با نام و یاد خدا. کارواخال میگوید دوست دارم بارسلونا در هر شرایطی بازنده باشد. مدافع راستی رئال مادرید و تیم ملی اسپانیا در رادیو مارکا گفتگوی با این رسانه انجام داده و در آنجا گفته که دوست دارم بارسلونا در هر شرایطی که هست بازنده باشد. در ادامه بارزش پلاس باشید و برای تازه ترین اخبار ورزشی کافی است که چینل ما را سابسکرایب کنید. دانی کارواخال مدافع راست رئال مادرید و تیم ملی اسپانیا در رادیو مارکا گفتگویی با این رسانه اسپانیایی داشته و به بررسی وضعیت باشگاه و تیم ملی کشورش پرداخته است. بازیکن رئال مادرید با اشاره به وضعیت تیم رئال مادرید از این گفته که در حال حاضر اوضاع خوب است و اینکه در فوتبال همه چیز خیلی سریع تغییر میکند. او میگوید در این ورزش تغییرات خیلی سریع رخ میدهد. به زیدان ادای احترام کنیم بابت رویشی که برای هدایت تیم در پیش گرفته است. دانی کارواخال اعتراف کرد زمانی که کریستیانو رونالدو از رئال مادرید جدا شد، نگرانی بابت گل نزدن تیم در رختکن و بین بازیکنان نیز به وجود آمده است. او میگوید که بله، برای ما شرایط خیلی سخت بود چون نمی توانستیم زیاد گل بزنیم و در این اتفاق همه سهیم بودیم. در بعضی مواقع فراموش میکردیم که در چه سطحی قرار داریم. ما قوی هستیم اما باید متواضع باشیم. بازی های فشرده در راه داریم اما خیلی خوب است که بدانیم چه سطحی از توانایی را داریم و به کجا می خواهیم برسیم. دانی کارواخال در ادامه در مورد وضعیت فعلی گرت بیل گفته که در تیم ما ستاره های زیادی وجود دارد اما مربی به دنبال این است که به همه فرصت بازی بدهد. اتفاقی که در مورد رودریگو همچنان اتفاق افتاده است. اگر شما تمرین کنید و تلاش کنید بازی هم میکنید. اما گرت بیل حدود یک ماه است که با تیم تمرین نکرده و حالا هم به اردوی تیم ملی ولز رفته است. در این مورد کارواخال میگوید که اوضاع گرت بیل کمی پیچیده شده است. این هفته او از کادر پزشکی مجوز حضور در تیم ملی کشورش را در یافت کرده است. این که او به تیم ملی کشورش متحد است به این معنی نیست که بر رئال مادرید تعهد ندارد. من به تعهد او شکی ندارم و امیدوارم دوباره آسیب نبیند و سلامت کامل داشته باشد تا برای رئال مادرید توپ بزند. در ادامه کارواخال در مورد ال کلاسیکو چنین گفته است که بازی به خاطر مسائل امنیتی به تعویق افتاد. حتما دلایل قانع کننده بابت این تصمیم وجود دارد. این صحبت های کارواخال در مورد به تعویق افتادن بازی ال کلاسیکو بود که قرار بود ماه گذشته انجام شود اما به علت ناآرامی هایی که در کاتالونیا با وجود آمد به 18 دسامبر تبدیل شد. اما دانی کارواخال معتقد است که این تاریخ جدید بر فشردگی تقویم بازی های رئال مادرید اضافه می کند. او میگوید این شرایط برای ما سخت است اما در هر صورت مسائل امنیتی از اهمیت بالایی برخوردار است. در ادامه وقتی از کارواخال سوال شد که آیا از اینکه بارسلونا به مرحله بعدی لیگ قهرمانان اروپا صعود نکند خوشحال می شود، او در پاسخ چنین گفته که به شما دروغ نمیگویم، در هر حالتی که من ترجیح می دهم بارسلونا باید صعود نکند. آنها از مدعیان قهرمانی لیگ قهرمانان هستند و رقیب اصلی ما به شمار می روند. نمی خواهم ادا در بیاورم. در لالیگا دوست داریم بارسلونا ببازد چون آنجا رقیب شماره یکی ما هستند. در لیگ قهرمانان هم اوضاع کم و بیش مشابه است. آنها یک تیم فوق العاده دارند و مدعی قهرمانی هستند. هر تیم مدعی که شکست بخورند به نفع ما تمام می شود. اما در آخر کارواخال در مورد وضعیت آمادگی خودش و مسئولیت هایی که از فصل قبل داشته صحبت کرده و می گوید که از وزنم کم کردم، تقریبا یکی یا دو کیلو سبکتر شدم. حالا بیشتر مراقب غذا خوردنم هستم، بهتر استراحت می کنم و به طور ویژه تمریناتی انجام می دهم که از پیش آمدن مسئولیت های قبلی جلوگیری کنم. نظر شما در مورد این که کارواخال میگه دوست دارم بارسلونا در هر شرایطی بازنده باشد چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین ویدیو با ما شریک سازید. تشکر از این که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.